سلام، یه سلام گرم دیگه به همه بیننده های عزیز تلویزیون دریملند و طرفدارای خوب و با محبت برنامه تاپ 10. امیدوارم تو این روزای سرد و بارونی ملبورن خونه دلاتون گرم گرم باشه. از تک تکتون ممنونم واسه توجهتون و پیامای خوبتون و انرژی فوق العاده ای که بهم میدی. امروز هم با هم دیگه 10 تا ویدیو خوب و دیدنی رو تماشا میکنیم. قبل از هر چیزی میخواستم اول تسلیت بگم فوت ناگهانی هنرمند ارزشمند کشورمون حبیب عزیزو به جامعه هنریمون، دوستداراش، طرفداراش، همسرش و پسرش محمد عزیز. و اولین آهنگ این برنامه‌مون رو اختصاص دادم به آهنگ زیبایی از این زنده یاد. هرچند حبیب این اواخر تو خاک کشور خودش مورد کم لطفی زیادی قرار گرفته بود و بزرگترین آرزوش که اجرای زنده توی استادیوم آزادی برای مردم کشورش بود هیچ وقت برآورده نشد، اما ارزش کارش و صدای متمایزش برای تک تک ما یه دنیا خاطر است. حبیب محبیان متولد 4 مهر ماه 1331 در شمیران تهران. 3 تا برادر داشت: محمود، منصور و منوچه و 2 تا خواهر. حبیب از سن کم به موسیقی علاقه داشت و چون همزمان با دوران نوجوانی حبیب گروه بیتلز خیلی مطرح شده بود، حبیبم به خاطر علاقه که به این گروه داشت به نوازندگی گیتار رو آورد و توی دانشکده صدا و سیما پذیرفته شد و نزد استاد مرتضی حنانه به فرا گرفتن آهنگسازی پرداخت. حبیب 2 سال توی صدا و سیما فعالیت داشت و بعد از اون به سربازی رفت و توی دوران سربازیش هم خواننده باشگاه افسران بود. حبیب سال 1356 اولین آلبوم خودش رو به اسم مرد تنهای شب منتشر کرد که ترانه‌های زیبا و ماندگار مادر، شهلای من جزو بهترین ترانه‌های اون آلبوم شد و موند. حبیب بعد از انقلاب خونه نشین شد و فعالیت حرفه‌ایش قطع شد، اما سال 1362 ایران رو ترک کرد و راهی امریکا شد و اونجا شروع به فعالیت کرد. با محمد پسرش یه آلبوم به اسم جوونی ضبط کردن و آخرین آلبومش سال 2008 به اسم ایران بانو روانه بازار شد. برای ستار، لیلا فروال هلن و نوشافرین هم آهنگسازی کرده بود و بیشتر کارهای خودش رو هم خودش می‌ساخت. سال 88 به ایران برگشت و توی رامسر با همسرش زندگی میکردن به امید گرفتن مجوز و فعالیت توی خاک وطن خودش و اجرای زنده برای مردم کشورش که بی نتیجه بود. تنها مجوزی گرفت انتشار کتاب شعراش بود به اسم مرد تنهای شب.